سلام علیکم. سلام، قندولک های مرمولک چنل پریفان. رو دایستان خیلی خوش اومدید، برگشتیم خدمتون با یک ویدیوی بسیار دوست داشتنی که شما به ما معرفی کردید. حسابی خنده دار علکه میگه خودمون آوردیم. ولی اگه شبکه خنده رو روز اول شما عزیزان به ما نمیگفتید، ما نمیدونستیم همچی طنز خوبی وجود داره. ما اومدیم با شبکه خنده. امیدوارم که تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشید. لایک ویدیو رو بزنید، چند رو سابسکرایب کنید، ما رو به دوستاتون معرفی کنید و لینک اصلی این ویدیو هم در دیسکریپشن هست. ببینم ویدیو جذاب هم ببینید. ما چشون میکنید؟ بازیه. فقط آخرش که من میخوام بگم ماچ به کله هاتون سریع خدافظی میکنه. ماچ به کله است، ما ماچ میذاریم روی باز کله هات. عزیزم، بریم این ویدیو رو با هم ببینیم. تمام تلاشش رو میکنه بچه‌ها که افکت صوتی استفاده نکنه. شق شبکه خنده ایم و سیه رو ابراهیم و نبی و آقایم و حاسم و بروت و اشوهاد. حاضری؟ بزنیم بریم لینک. سلام، خوراک چطور هستی؟ خوب هستی؟ جان جور هست، وقت کجا بودی؟ بیا خوش آمدی. خوراک چقدر مقبول جور کردی، هیچ باز مرا نگو بیدم استوری دیدم، من گفتم خیلی آرایش گاز چقدر اتاقت هم مقبول جور کردی. یکی میشرمانی نیره شنتل جان در روز زن همه تا بی خبر از من جور کرده بودی اتاق آرایشم. بس چی که در روز زن یک دفعه مرا گفت سپرایز آمدم که اتاق قبر جور کرد برای من جور کرد. دست شنتل جانم اتاق جدا جور کرد. بخی خانم بود. آلو چقدر چیزای مقبول. آلو باشه، حالا بذار برستی خواهر. خوارک بذار خانم باش صبر کسی. چی میکنی خوارک تو؟ آخ آخ بیرست کجا کردی؟ از کجا گرفتی؟ شوشتی دست روی تا شوشتی. راست میگه. الله چی بگویم؟ آخه یک رقابت بسیار تنگاتنگی بین سیرجان متین و قاسم تابان همیشه توی نقش خواهریا هست. آره. که کدوم بهتره هیچ وقت قابل تشخیص نیست، هر کدوم یه جور خاص میخندونه. صورت شستی؟ شنتل گفت از خارج خواسته برم. بسیار زمان اینجا چیزای بدل است نی؟ آه شاورت کدام چیز گرفت در روز زن؟ یک گودی آورده برم امروی چی؟ نجانم چی کردی؟ خوب هستی جان؟ سلام خوب هستی ساعت خوب هستی جان ساعت خوب هستی بخیر ساعت من چی کردی؟ کاله من که شست و دیگه نیست من چی نام جیزه چی؟ خوش نید آمده که درگیر از ایشونم دگه داره نگات میکنه. نیخو لباسای مرا خود جور میکردینه. من بیکار نیم. حالا من تیران یک رقم بوشیدم تو مال دیگر رقم چی قسم سهی که من تو قسم تو رو چی قسم سرپرایز کردم چی یک چیزی برای جور کردم بخاطر روز خواه خواه رکم آمد دیگر خوشنه جانه دیگر وقتی رقم دوست داشتی خوشنه خورده من دوست دارم اینه یا آمدخانه بفرما سهی که متیلا متیلا یک برد میزنم سهی است من بل امیر قسم سامانه رایش میخرم خیلی تشکر این نه یک تا مرض داره و مرض تیر میشه برای زو تو زرد سیاه داری اصول بهداشتی رو رعایت کن در اینه میگیره این زردی سرخ داره و تو رو میگیره از یکی دیگر از رایش چرا مرا کاکا سالی جور میکنه که بعد مهم کاکا سالی گفتن چرا این تو کار میکنه یک مشوی تا نشوندم بودم نمی مونی آدم بشوند این نمی مونی آدم یک گشنه چی بگم؟ لنز هم گذاشت تو چشمش موجه بود. من برای دیگه از دکان میخریدم یا من برای دیگه از برای دیگه بدین اجازه بدین دیگه آمدید کل چیز سیکو آره سیکو خوب من برای دیگه چی بگم سیکو من برای دیگه من دیگه خوره کنه تا نمیم گوش نکو که سنگ میفته نکو که سنگ میفته سنگ هم روانه سنگ ببینم شما گوشت از اینجا هده کلی خود تار خطا میخوره گوشنه ها برید گمشی نباید ناراحت بشی شما گوشت هایی که دایی قراره
بعد از سالها در عمرتان یک دو تا یک اتاق جور کردین. این استفاده نکن، استفاده نکن، از من استفاده میکنی. نه نه بکنه چی جور کردی خواره که کم شرم تو بخاطر خواره من سیمتر چیز نگفتم آمدی بدون اجازه از استفاده کن. آفرین استفاده کن. اجازه بگیم دیگه هم خانه ما آمدی بدون اجازه صبح خیستم کل چیز استفاده کرده بودی. سعی کن در وزار آواز کن خورت از خوانم میکنم. راست میگم مردم یک جای میره بدون اجازه خواست زمان های رایش دیگه کسی استفاده نمیکنم. مارسی که دلیستم بخود از پیش منطقی ما برو تره کی میگیره حوارید سکو چی سکو خوش لبه تره سکو برو تو شلغم شروع را کی میگیره شلغم شروع ولی من خدای خیلی توی موقعیت قرار گرفتم. آره دیگه این یک موقعیتی که خانم ها خیلی خوب درکش میکنن. خیلی آره سخته. حالا نه برای لوازم آرایش و اینا ولی خیلی توی موقعیت قرار گرفتم. این لوازم آرایش خیلی شخصیه. به خصوص اونایی که دیگه مستقیم به پوست تماس داره واقعا باید رعایت کرد. آره. دیگه به خصوص به این محیط آرایشگاهه خیلی قسمت گدا گشنه. این قسمت های مثلا حالا لوازم آرایشی که واقعا یه چیز خیلی شخصی هست و حالا درگیره توی چشم و اینها خیلی بده بدون اجازه. بله خیلی بده بدون اجازه. بدون اجازه و دیگه وسایلی که دیگه و تافت کاسپیان رو میبینیم اینجا تافت آشنای کاسپیان که میزنیم موها رو سفت میچسبونه به هم. او پایتی پایتی ماتیلا رفت تو بی مسلک خوار مست به خدا بیخی میشرم از نام از یکی خوار میگم او شوی دیگه هم کل چیز بی دیگه اجازه نگیره بر خاطر بی مسلکی نمیگم خودت مسئولیت درک نمیکنی همین که میمان آمد خوارت بود هم شیرید بود هر کس که بود سامانکه تا وردار خب چیکن میخوانه ایم از خواهی کجا بانم؟ نه چه بانش پر آخه یک چو بکنده چو بانم خواهی ازی بانم من مثلا یادم مامانم به هیچ عنوان اجازه نمیداد اگه خونه خالم اینا هم که میرفتیم مثلا بریم توی آشپزخونه یا سر یخچال. آره مخصوصا خونه کسی چیزی که واقعا قدقن بود توی اتاق خواب خونه میزبان اونجا که مهمانی بود برای. آره مثلا محال بود ما اینجور جاها رو پا بذاریم و یه چیز خیلی مهمه دیگه که گفت مسئولیت پذیر باشه و خودت تو بعضی شرایط حواست میگن چی میگن مال تو بپا همسایت رو دوز نکن یعنی دیگه حالا باید حواست باشه دیگه. بوزه نکن ما رفتم خوب خیلی خوش دیم شده ابراهیم چگه قشنگ ماهی چگه پس میری چند بجه را چی میگونی خسرو تو کارو بارا او بچه غال مغال نکنین نکنین شوخی نه او بچه کار دارو مست ماما میفهمی که گهی چستم ره دیگه چه سایکو یک پیسه بر ما بده چند روپا پیسه بده که من کار دارم کارم نشده خانم چرا میری پیسه نمیتونم چرا هر دفعه که تو رو ما پیسه دادیم یک دفعه پیسه دادم مادرت دادی یک دفعه پیسه دادم تو شیری تا دادی یک دفعه دیگه پیسه دادم خالی تا دادی دیگه ما خوب ما اگر 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 کار بار والا استم کاروبار میکنم اگر به غریبی میکنم با مشکلات پیدا میکنم با قفی اولاد تجار سی چی پیدا میکنی با مشکلات خوب خیره که تجار چیز خوب بابا بود چون من زیاد تخواستم من سپس 30000 پر خواستم فقط یه 30000 نمیتونی چرا؟ نه نه دارم نه یک نمیتی؟ نه نه دو نمیتی؟ نمیتونی سه ابروی مرا نبری نمیتونی ابروی مرا نبری ابروی مرا و غیرت افغانی مرا مد نظر بگیری نمیتونی دیگه دست رو بچه دیگه داشت ابروی تا ریختانده ما ابروی تا میشه جمع کنیم و بی ابرو ابرو دار بره میشرمانی؟ ابروی مرا میدار کار بکنم با اولی قفل دستم با گب خراب اینجا خب دیگه میگه یه عمر من آبرو تو جمع کردم حالا میخوای نشونت بدم کی آبرو تو جمع کرد حالا آبرو تو میریزم نشسته دم در خونه وسایل خونه رو میفروشه وسایل خونه رو کفش گذاشته میفروشه اسپری گذاشته میفروشه بی آبرو پول نمیدی نه پیسه نمیدی نه پیسه پیدا میکنه فهمیدی؟ چرا چی کم بوده هست؟ آفرین چی کم بوده داری؟ 30000 پک کار دارم ندادی من حالا کار میکنم برو دیگه تو رو غلط نیست مطر نمیشه بیادر چیز کار داشتی؟ چیزی میخواستی؟ شوارتو میگی بیادر؟ شما چیز کار داشتی میبخشید؟ نه شوارتو میگی بیادر؟ نه چیز کار میخرین؟ واردار با چقدر پیسه تو با کارت از ما میتونید نه شرمان مرا نه که خیرز با کار میکنم شرماندی ما میتونید پیسه آه 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 باشم یکی رخ بفروشم یک بود بیا بیا تو مزم میتونید فروختن خریدن برو 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 تجارم شما این بایک دیگه آخر مشتره چاکلیت شما فکر کنید آیزه با چاکلیت تا بکن بازگرد دیم قربان سر چاکلیت چاکلیت گندانم یادم رخت رخانم اوه خدایی هم رخم هست باید شکلاته رو بخور شما شاید فکر کنید که جایی برنامه اون آدم هایی که لغم میشه کلا اگه توف را کنن جان به هنره توف نه شما حال که بهتر
پوف 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 هر کد سندی دخل کسر میکنه این خود اینا خود مهتا کسر میکنه چی گفت با شما؟ او سابق او ایدهی که بود دوید مرا خوب یادم همه یک دانه پسته دو خروار بود پدر ما گفتیرم بشکنانیم ما گفتم پدر اینو نگاه میکنیم برای ایده دیگه خودش بکنه چکش آوردیم برازی به ادر قند من خود اتاق نمیشد چکش نشد اراره گرفتیم گرفتیم میره را کردیم در بین پسته که به ادر قند ما داخل میشه که کشور دیگه به 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 قربان زر جا بالا اینه من شاید رئیس جمهور اون کشور کی بود؟ وقت رئیس جمهور مجلا بود لفوا دارم اولین نفر که در پسته دارم کی بود؟ بابا کلامت بود نبود دبود در سرش یک چیز نمیخورد داخل پسته داخل پسته توشکا بود بالش بود درختا بود کشمش داخل پسته درختا انگور بود در داخل پسته از زمور بود این پسته از زمور آره از زمور او وقت موج نبود موج نبود از زمور از زمور او وقت همه از خانه یک مرغ از یک جای کوبارا میشن یک مرغ هم میناختن در کنی هر کس میخورد خب او که میمود اولاد از او مرغ می بود اما پاچا می شد یعنی ما در کلون این مجا می رفتیم باور کنیم سبتا اینمی چی می گیریم مشقابای قلوخ و سنگ هم باورد اسبه؟ امی تو نمی گویم اسبه؟ شوهای صدای؟ باز می چون می چون اینمی ما در کلون ازی که قدر نام خدا پر برکت بود که میانمو گوری سنگ و قلوخ را که مشوف می کرد دوستشون دارم کشمش جور می شد خب یک دفعه در منطقه خلو مردم رفت خاک گرفتن از سپا به جان خودم میگم حالا قسم خوب نیست اینجا ولی واقعا ما بچه که بودیم یه آقایی بود یکی از عزیزان فامیل بود معمولا تو مراسم ختم و عروسی و اینا که تو خونه مثلا برگزار میشد آره همین مدلی بود دیگه خالی پالی زیاد بس الان گفت پسته و داخلش و لاف و توشک یادو بنده خدا افتادم میگفت یه انجیرایی بود اندازه این قندون بعد اون قندونی که جلوش بود یه چیز انقدی بود آخه می‌خواستم بگم خوبی بود بعد دیگه آره بنده خدا همیشه هم بهش که اصرار می‌کرد میگفت حالا انقدر میگه حالا انقدرم نه مثلا انقدر گفتی انجیر واقعا دونه انقدر میگه حالا انقدرم که اندازه یه سیب دوباره هم میاد پایین آره ولی دیگه نهایتش میرسه به همون سایز انجیر دیگه حالا می‌خواست بگه میوه خوب داشتیم این جمعای لافوا و خالی بنده خیلی باحاله خاک آوردن حالا گیل تر کردم یه جمع تشفاده دیگه آلو خدا او خدایا یه گلت چیزی که تو نمیکنه و کل اگه پریشان پس اون تحقیق کرده که این همی تپا تپا نیک چیز نه خود بوده از یک بغلش کرده اینه ما یک قصه دیگر ما یک قصه سیمیان رو براتان میکنم اینمی سیمیان نیست اینمی سیمیان ما خوب سایی شاهده سیر بابا کلان از همی استاد بودم منطقه مادر کلان شو بود اینمی ها کرم بود این بابا کلان از این صدا که دریش کلش هم بود که ما اینمی سیمیان اینی کشمشا اینی کشمشا رو میبینی؟ اینی خود از این کشمش نبود پوکانه بود پوکانه 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 را که اوائش هم میکشدن این تو کشمش جور میشد کشمش سبز ره 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 بعد مردو بورو کتی چای میخورد حالا خود را کتی هر چیز میخورد خب خیلی سر سر شبیه کدومشو میتونی حرف بزنی؟ الان توی این اکتی که دارم فقط آره اینجوری قاسم هم خوبه انگار که یعنی یه چیزی زیر زبونشونه آره خیلی خوبه فکر کنم میشه قورباغه نه؟ نمیدونم قورباغه میشد کشمش سبز ره 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 باز مردو برو کتی چای میخورد حالا خود رو کتی هر چیز میخورد خب خیلی تشکر حق میگه چی؟ بگی خوده راست نگه بگویم چی بگویم به قسمت دوسته عزیز گپ زیر ما ترجمه میکنه میگفت این بود برنامه اینجا اومد برنامه اینده دندان نباید سخت است خدا رو برمیده سخت است در کنار همه طنزشون چه جای باصفایی واقعا چه جای دل و باصفایی لوکیشن قبلی هم که زن و شوهر بودن ابراهیم و سیر چه جایی در اون بریش بود مثلا آره یه باغ خیلی زیباست دوسته عزیز این برنامه قشلاق و اطراف که شما دیدیش تا برنامه اینده باز با پسته و بادام و قروت و نقل بادامی باز باشوید بگی خوده که قربان سر چون باز از گفت تو رو کسی نمی خود دیگر بقل کنید ببوسید اید بوده موسیقی رو یک ذره پخش موسیقی ازیادت خونه همه کن آجیزه دیوانه میدیمونم بیخی دیوانه هم کرد ها
حالت چمه حاجی صاحب؟ این رقص این بچه‌ها بخ دیوانم کردن. حالا حاجی صاحب ما داشت خیر ببینید زنده باشی خیر ببینید. بزرگ فامیلم هست باید حتما باشم. چی چی دارم رفت رقص ما. چی چی دارم نخوردن؟ برگر چرا اینجوری بود تو عروسی ها؟ هنوز هم همینجوریه، انقدر صدای باند و ضبط و اینا رو اون سیستم صوتی رو زیاد میکردن. دوکس دوکس کردن. آره ولی دو کلمه میخواستی حرف بزنی میگفتی آ بیا بریم بیرون، مثلا از باغ که بود، حیاتی که بود، سالونی که بود، میرفتن بیرون برای حرف زدن. همه بعد داد میزدن اونو آوردین نه آوردن چته دیگه. چه خوبه بغلی ها فاز گرفتن باشه. آه بخیر بیارم من یکم تشکیل میدم دارم. این دوباره بار تک دارم آو بخوریم ما دوزید میشم بزار یکم پخش کنه. نه او تل از دیسکوتیک کنه. خلاص این دیگه دوشتا خلاص شدی؟ ایت تو شدید. اه گارتون گارتون بابا عروسی خواب بچه نان چه وقت میاریم میگه؟ هر وقت که صاحب محفل بگه باز ما بخیر تقسیم میکنیم. اون در دست ما نیست که متاسفانه. به نظر چه وقت تقسیم خواهد کنم؟ نمیفهم بعضی شبا دیگه 11 بجه بعضی شبا 12 بجه. 12 بجه شب 12 بجه ده دو چی؟ چی بود؟ 12 تا نوشابه بود باز کرد. الهی خیلی خوب بود. بیار بخیر. 12 تا میاری مرغه، 13 تا میاری بیار. 12 بجه شب نمیده. پخش کن بره سازه. خراب خراب هستی بیخی. شاخل هستی عروس خیل. به ترکاری هم باشه خوب از دیگه خدت. همه چی خوبه. از این میزای دیگر هم بیاریم بچه ها. جان بچه جان بچه بچه نان چه وقت میده؟ نان از طرف ما باشه 8 بجه 7 بجه آماده است. عروسی ها دیر شام میدن و مخصوصا اونایی که منتظرن اهل رقص نیستن و اینها محسن هستن. آره حوصله شون بسیار سر میره. دقیقا من اینو دیدم اینه تو عروسی ها همیشه بوده این مشکل. بعد ما مثلا ساعت 3-4 بود میگفتیم تو رو خدا یا آهنگ دیگه بزن. آره دیگه چون جوونه اصلا دوست دارن آهنگ باشه و موزیک و اینا. و خوش به حال این عزیزان که نشستن اونجا دارن شبکه خنده لایو میبینن. آره دین رو برای یکی کلن داره قش میکنه از خنده. همون جکه ویدار به تعب عویش دو بار آب رو بیداره گل از جگه به ته. خواب بود خواب بود خوابش برده بود. نه دوباره آب میارم به خاطر که تشنه نشی. یه چی دیگه بیار نام بیار. خواب بودم خوردم نامه. تو از ما بطرگه نام آورد چند بجه میره این نانه؟ شما بخورم من میرم خانه تکلیف میده دارم. آگارسون خودی که قرار شده چیزی نگه تو تنال خوش کنم. آواز خواه خب تو سمی که تحتیلش کن. دوازده بجه هم شده خواندن که بمیری بچه ها رو بس بگیری اونا خدا پارکینگ رفتن خدا خوب سر بکنن. ما چی کنیم؟ دوازده بجه شب شده. صاحب تو کجاستی؟ اول کارت ناشته میکنیم همه اوتال هم میگفتی که برادر نو بجه نان میتیم ما سبز این نان و چاشت خود چا پنج بجه خورده میامدیم. راست میگه خواب آیسا مغال نکنیم داماد هست نامده چیره برای این داماد ما هم نامده میتو فکر کن میمان هم نامده من یه برای ایمان تکسی پیدا نمیشه تکسی هم پیدا شده چای سر با خورال نان خود هر جای برون برای من سپیشل میتم اینو ببرید آشپز کنیم بریم خسته شده بر بریم شام مهمونه نبی جان. بیاره بره بیاره میبخشید و دخاره دویجه دنار نتی تا نو بجه بندید توی کنن. گلی گلی این بخش خیلی قابل درک بود و بخش قبلی لافوها لافوهای عزیز که میشینن دوره هم معلوم نیست چی هم مصرف میکنن که یکیشون داره برج میسازه یکیشون داره میره آمریکا یکیشون داره میره مریخ بعد فردا صبح هیچ یادش نیست. اشکال نداره همین دوره هم بودن خوبه. مرسی عشقا که با ما همراه بودی. چه خوب گفتیم. امیدوارم که همراه بوده باشید و لذت برده باشید. قربون شکر ماهتون بشم. ماچ به کله هاتون تا ویدیوی بعد. بای بای. خدا نگه.